به نام خدا. بچه های پای هفتم سلام، من رضا تاری هستم. اینجا استودیوی بزرگ تاملند هست و قراره که با هم دیگه اولین درس از ریاضی هفتم رو شروع بکنیم. خبر خوبی براتون دارم، در کلاس من همه چیز با روال و اصول و چارچوب خودش میره جلو. قبل کلاس هم پی دی اف های خوشگل، همون پی دی اف هایی که میخوام اینجاتون تدریس بکنم رو در اختیارتون میگذاریم، میتونید دانلودش بکنید، مایل بودیم میتونید پرینت ازش بگیرین و بعد من هم که کلاس رو به صورت لایو براتون برگزار میکنم این ضبط میشه و شما چندین بار میتونید تماشا بکنید. خلاصه همه چی آماده و میزونه برای اینکه با ریاضی هفتم عشق کنیم. من یه ذره گاهی وقتا سر کلاس شیطونی میکنم، خب به بزرگی خودتون ببخشید، هرچند که شما معلم شیطونی بیشتر دوست دارید. دمتون گرم. آقا بریم که شروع کنیم. جلسه یکمون راهبردهای حل مسئله است. خب ببین، راجع مسئله گارد نگیری یا احتمالا تو الان روش های خوب حل مسئله رو ندیدی که فکر میکنی یا ابلفظ مسئله. با من باش، با چند تا حرکت خوشگل و شیک برات مسئله رو حلش میکنم. باشه، فقط به من فرصت بده، تماشا کن، نگاه کن چیکار میکنم برات. آقا و خانوم، حل مسئله توی ریاضی چند تا مرحله داره؟ دقیقا 4 تا مرحله داره. مرحله اولش نوشتم برات اینجا، فهمیدن مسئله است. آقا من بعد مسئله رو بخونم. خب وقتی مسئله رو خوندم، اطلاعات و داده های مسئله رو سعی میکنم که روشون زوم کنم، روشون تمرکز کنم، زیرشون خط بکشم یا یه گوشه برای خودم یادداشت بکنم و بعد ببینم که مسئله از من چی میخواد. پس مسئله رو باید سعی کنیم بخونیم و بفهمیم. قربونتون برم، من مشکل ما تو ریاضی و حل مسئله خود ریاضی نیست، روحانی سواله. برای همینه که میگن که ادبیات بچه‌ها قوی باشه برای ریاضی. خب مرحله دوم، انتخاب راهبرد مناسبه. تاری، راهبرد یعنی چی؟ یعنی روش حل. یعنی اینکه دانش آموز بگه خب من مثلا این تکنیک ها، این روش ها رو بلدم، حالا از کدومشون استفاده بکنم. ها، و هیچ وقت هم یک راهبرد مشخصی برای سوال وجود نداره. ممکنه برای سوال اصلا چند تا راهبرد یا راه حل وجود داشته باشه. انتخاب با شماست. 3، وارد حل کردن مسئله میشیم. بگیم خیلی خوب، الهی با امید، تو میخوایم سوال حلش بکنیم. تمام. اما 4 چیه؟ وقتی که مسئله حل شد، اصطلاحا میگیم بازگشت به عقب. میگیم خب حالا این جوابی که ما به دست آوردیم منطقی هست؟ و کسی به همون نخنده. مثال، مثلا میگن که آقا تعداد دانش آموزان این کلاس رو حساب کنین، بعد دانش آموز میگه 7.2. بی خیال، اون 2 یعنی کی؟ یعنی فقط مثلا یه جفت دست دانش آموز، یعنی چی ماجرا؟ بنابراین بازگشت به عقب خیلی مهمه. قبل از اینکه ما مسئله رو بگیم تمام شده، یه ریچک میکنیم، مجدد بررسی میکنیم که آیا درست است یا خیر. خب کتاب درسی شما اولین راهبرد رو میگه رسم شکل. ببینید، کشیدن یک شکل مناسب میتونه به حل مسئله کمک کنه یا به طور کامل آن را حل کنه، به طوری که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبات نباشد. خب وقتی میگیم رسم شکل، منظورمون قربونتون برم من نقاشی نیست، اینجا کلاس ریاضیه. یعنی یه شکلی رسم بکنیم که به حل مسئله ما کمک بکنه. حالا بریم حل مسئله. جزء سوال‌های کتاب درسی شماست. میخونم برات. یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصله 1 متر از ضلع‌های باغچه دور تا دور آن نرده بکشیم، چند متر نرده نیاز داریم؟ خب آقا داستان نرده رو دیدین؟ دور زمینش آقای کشاورز یه دیوار، یه نرده، یه چیزی میکشه که مثلا کسی نتونه مزاحمش بشه، وارد زمینش بشه. قصه از این قراره. بیاین این شکل رو ببینید، این مستطیله. خب بعد گفته که به فاصله چقدر؟ به فاصله 1 متر از ضلع‌هاش. 1 متر یعنی دیواری که میخواد بکشه. مثلا تصور کنید من مستطیل به اینجا براتون فرضی بکشم، این خود زمینه که اینجاش 10 و اینجاش هم 5. وقتی میگه به فاصله 1 متر، یعنی شما 1 متر از این ور بری جلو، 1 متر از این ور بری جلو. خب و همچنین از بالا و از پایین. حالا ببین نرده رو بکشیم. من نرده رو مثلا با خط چی میکشم؟ ها اینجوری.
اینجوری. بچه های عزیزم، وقتی که این 5 متره و 1 متر اینجا، 1 متر اینجا بهش اضافه شده، اون عرض اون مستطیل نردمون چقدر میشه؟ 51.1. دست من نگاه کن، این 5 متر، این 1 متر، اینم 1 متر میشه، بعد 7 متر، این هفته باش. بعد این طرف بچه های عزیزم، این 10 طول زمین رو عرض میکنم، این 1 متر، اینم 1 متر، 10.1 میشود 12 متر. حالا چی گفته بود؟ گفته بود چند متر نرده احتیاج داریم. یه سوال، من بیام مساحتش رو حساب کنم یا محیطش رو؟ ها؟ آره، محیطش رو، میگه دور تا دورش چقدره. در گفته اون کفش رو میخواییم مثلا چون میدونم سنگ فرش کنیم که دور تا دورش رو میخواد. بنابراین حالا محیط رو حساب میکنیم. محیط که میشه طول نرده مساویه با، معلم های دبستان بهتون یاد دادن، گفتن که طول به علاوه عرض ضرب در دو میشه محیط یک مستطیل. هرچند اینم بلد نباشین آقا، یه هفت اینجاست، یه هفت اینجا، یه دوازده اینجاست، یه دوازده هم اینجا، جمعش کنیم بگیم طول به علاوه عرض ضرب در دو، هفت و دوازده میشود نوزده، ضرب در دو میشود سی و هشت. بچه ها دیگه بزرگ شدین، ننویسیم متر، بنویسین ام. ام حرف اول کلمه میتر هست به معنی متر. دیگه شما متوسط یک بار شدین عزیزای من. خیلی خوب. این از سوال اولمون که به نظرم سوال آسانی بود. بچه‌ها مدیون کدام راهبرد بودیم؟ رسم شکل. وقتی شکل رو رسم کردم فهمیدم دارم چی کار میکنم. مغزم رو هدایت کردم به سمت حل جواب. بریم بعدی. خب این سوال خیلی سوال رایجی هست و احتمالاً شما دیده باشیم. میخونم براتون. توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها میشود. خب و پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود بالا میآید. این توپ از لحظه رها شدن تا سومین مرتبه ای که به زمین میخورد چند متر حرکت کرده است؟ چند متر حرکت کرده است؟ یه لحظه تاری مکس میکنه، میاد سمت شما که به شما زمان بده رو سوالش فکر بکنید. آره آره. خب میتونین جواباتون رو برای من ارسال کنین، اینجا همکارای من جواب شما رو میبینن، بعد به من میگن کیا فعالن سر کلاس. آره بابا، اینجا کلاس لایو ویژگیش اینه که من متوجه میشم کیا در کلاسم فعالیت بیشتری دارن. خیلی خب، حالا نوبت منه. بچه های عزیزم، این فاصله اینجا 18 متر، میندازیمش پایین، اصطلاحا رها میکنیم. این فاصله اینها خودش نوشت از ارتفاع 18 متری. اینجا برای اولین بار زمین میخوره. این برخورد شماره چنده؟ یکه. نوشته پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود بالا میآید. عزیزم نصف 18 چقدر میشه؟ میشه 9 دیگه. خیلی خوب، پس وقتی که زمین میخوره چقدر میاد بالا؟ 9 متر میاد بالا. بره بالا. خب اینجا مثلا چقدره؟ اینجا مثلا 9 متره، پس این الان 9 متر رفته بالا، اینجا هم 18 متر اومده پایین. گفتم ام یعنی چی؟ یعنی متر. خب آقا 9 متر بره بالا که وای نمیسته، بعد میخواد بیاد پایین دیگه. خب بیا پایین، میاد پایین، این میشه برخورد شماره چند؟ شماره دو. ببین این خط افقی ها زمین هستن بچه های من. خیلی خوب، تا کجا برم؟ گفته که این توپ از لحظه رها شدن تا سومین مرتبه ای که به زمین میخورد، تا اینجا دو مرتبه زمین خورده. خیلی خوب، آقا بره جلو، این بار چقدر بالا بیاد عزیزای من؟ نصف ارتفاع قبلیش، یعنی 9 تقسیم برای 2، همتون بلدین، میشود 4.5. باش، تا ارتفاع 4.5 میاد بالا، دو مرتبه میاد پایین، میخوره زمین. این برخورد چندمه؟ برخورد سوم هست. خب تا سومین مرتبه که به زمین میخورد، دیگه بعد از سومین مرتبهش که میره بالا که نصف 4.5، منظور سوال نیست. دقت بکنید، این جمله تکرار میکنم براتون. این توپ از لحظه رها شدن تا سومین
مرتبه‌ای که زمین می‌خوره، یعنی وقتی برای سومین بار به زمین خورد دیگه پایان کاره، دیگه بیخیالش میشیم. خب گفته کلن چند متر حرکت کرده. بچه‌ها 18 متر اینجا آمد، بعد 9 متر رفت بالا، 9 متر اومد پایین، 9 متر رفت بالا، 9 متر اومد پایین. نگاه کن دست منو، میره بالا میاد پایین دو مرتبه. اینجا چقدر عزیزم؟ 4.5 متر میره بالا و 4.5 متر میاد پایین. خیلی خوب. میگه همه اینا رو که با هم جمع کنیم چقدره؟ تاری چرا تو 9 دو بار نوشتی، 4.5 دو بار نوشتی، چرا 18 یه بار نوشتی؟ به خاطر اینکه 18 رها شده بود. 18 در واقع یه بار این مسیر رفت و دوبار نرفته بودش. قصه از این قرار. خب جمعش میکنم. آقا این که میشه 9 تا، 3 9 تا هم که میشه 27 تا، 27 تا 18 هم که میشه 45. تمام. 45 ام یعنی 45 متر در کل این توپ ما طی کرده است. خب بازم مدیون کی بودیم؟ راه برده رسم شک. شک میکشیم خوشگل و شیک و مجلسی، سوالمون حل میشه، ما هم کیف میکنیم. بریم سوال بعدی. خب قابمون رو عوض کنیم. بچه ها این قاب پشت سر من خیلی دوست دارن، یعنی معمولا با بچه ها صحبت میکنم میگم آقا خیلی حال میکنه وقتی ما یه جه اون جلو وای میستی. آره میدونم، من قاب عوض کردم که شما حس بهتری داشته باشید. ساختمانی از 7 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیر همکف تشکیل شده. تاری همکف چیه؟ عزیزم دیدی گاهی وقتا مثلا وارد یک ساختمان بلند مرتبه مثل برج میشیم، توی آسانسور یه جی اف نوشته، ها اون جی اف گلنفروت طبقه همکف شماست، طبقه صفر شماست. یا مثلا تو بعضی از ساختمان‌ها مجتمع‌های تجاری مثلا پارکینگ مثلا طبقه 5 هم منفی 5 هم داریم، یعنی به دفعه 5 طبقه پارکینگ زیر زمینه. خب روی زمین خب مشخص هم میدونه. حالا اینجا با 3 طبقه زیر همکف تشکیل شده است. قلی کیه؟ قلی اینه، این قلیه. خب نگاهش کن، نگاهش نکن، ببین خیلی ظاهرش چیزها ها همچین مظلوم و معصوم، ولی یادت باشه این یه تنه شهر رو به هم میریزه. آره من میدم این چجور موجودی. بگذاریم. حالا قلی در طبقه منفی 2 است. او ابتدا 3 طبقه بالا میرود، سپس 2 طبقه پایین میآید و از آنجا 5 طبقه بالا میآید. قلی اکنون در کدام طبقه است؟ به نظر میاد که قلی یه ذره الف و بیکاره، ها، ولی خب ما با مسئله اون رو حل کنیم. چیکار کنم عزیزم؟ میرم اونجا باید رسم شکل میکنم. بیاییم پای تخت. خب بچه ها یه شکل فرضی که این شکل فرضی من شبیه یک محور عمودیه. خب این طبقه صفر که همون همکف ماست، 7 طبقه روی همکف، 1 2 3 4 5 6 7 طبقه روی همکف. بشمارم اشتباه نکرده باشم، 1 2 3 4 5 6 7، این 7 است. و 3 طبقه زیر همکف، این 1 این 2 و این هم 3. باش حالا قلی در طبقه منفی 2 است. بذار من رنگ رو عوض کنم که شما حس بهتری به قضیه داشته باشین، مثلا آبی کم رنگش میکنین. بچه ها اینجا منفی 2 دیگه، این طبقه منفی 2. اگه میشه لطفا تخته بچه ها داشته باشن که بزرگترش، مرسی. این منفی 2. بچه ها قلی در طبقه منفی 2 است. او ابتدا 3 طبقه بالا میرود، 3 طبقه بره بالا، این 1 این 2 این هم 3. این داستان این رنگ آبی ما. سپس 2 طبقه پایین میآید. من بازم رنگم عوض میکنم، مثلا چه میدونم قرمزش میکنیم. حالا 3 طبقه میاد پایین، این 1 طبقه، اینم نه 2 طبقه میاد پایین، من گفتم 3 طبقه اصلاح میکنم، سپس 2 طبقه پایین میآید، اینم 2 طبقه پایین و از آنجا 5 طبقه بالا میرود. برگردیم به رنگ زردمون، از اینجا 5 طبقه میره بالا، 1 2 3 4 و 5. خب قلی اکنون در کدام، مرسی، قلی اکنون در کدام طبقه است؟ بچه های عزیزم این 0 1 2 3 4، طبقه مثبت 4. خب حالا 0 1 2 3 4
دانش آموز میگه تاری میتونستیم شکنم نکشیم. آره آره عزیزم، بس معلومه خوب مسئله فهمیدی. خب میخوایم بدون رسم شکنم حلش بکنیم؟ آره بابا همه هم میدونیم این قصه رو، منتها چون موضوعمون رسم شکل بود ما این کار رو انجامش دادیم. نگاه کن این طبقه کجاست؟ طبقه منفی دوه، منفی دوه. بعد نوشتیم که سه طبقه میره بالا به علاوه سه، بعد دو طبقه میاد پایین منهای دو، و از آنجا پنج طبقه میرود بالا به علاوه پنج. آقا بالا که میره مثبت، پایین که میاد منفی. عزیزم منفی دو با سه میشه مثبت یک، مثبت یک با منفی دو میشه منفی یک، منفی پنج با منفی یک با پنج هم میشه مثبت چهار. این همون مثبت چهاری بود که ما با شکل فرضیمون اینجا تونستیم به دستش بیاریم. تمام. خب بریم سوال بعدی. البته صبر کنید، صبر کنید. بعضی از بچه‌ها احتمالاً آره بابا من قد تجربه دارم که بتونم پیش بینی کنم، احتمالاً این روش خوب متوجه نشدن بعضی از بچه ها. خب دلیلش هم بهتون میگم چی، تقصیر شما نیست، قربونتون برم. این روش شما وقتی که عددهای صحیح رو کامل بخونی اون وقت شما مثل آب خوردن حلش میکنی. منتها چرا من گفتم اینجا، چون بعضی از دوستای شما حالا مثلا فرض کن ششم شاگرد من بودن هر موقعی اینو احتمالاً بلد بودم، من گفتم بهترمون این روشم بگم. نگران نباشی اگه اینو متوجه نشدین، من حتما تو قسمت عددسایی که برسیم مفصل راجعش به شما توضیح خواهم داد. اینو گفتم که استرس نداشته باشی. خب بریم سوال بعدیمون. این اگه عوض بکنه، آره شد، تقصیر من بود، بعد فشارش میدادم. مسئله معروف تهران کرج قزوین. از تهران به کرج سه راه مختلف و از کرج به قزوین دو راه مختلف وجود دارد. به چند طریق یا روش می توانیم از تهران به قزوین برویم؟ بچه‌ها مثلا حالا کسایی که مثلا نزدیک تهران یا خود تهران زندگی میکنن، مثلا میگن اتوبان تهران کرج، یا مثلا میگن جاده قدیم، اینها میشه مسیرها یا اون جاده های مختلفی که اونجا وجود داره. خب قرارمون یادتون نره، میخوایم یه شکل فرضی بکشیم. اینجا تهرانه، اینجا کرجه، اینجا هم قزوینه. از تهران به کرج سه راه مختلف، سه راه مختلف عزیزم، این یه راه، این دو راه، اینم سه راه. از قزوین ببخشید کرج به قزوین دو راه مختلف، این هم اینجوری دو تا جاده میبینید. خب حالا سوال اینجاست، آیا تعداد کل مسیرهایی که ما میتونیم از تهران به قزوین بریم 5 تاست یا 6 تاست؟ مسئله این است. دو ضرب در سه یا دو به علاوه سه؟ ذهنتون درگیر شده با این ماجرا؟ آها آها، میدونم که خیلیتون راه درست شد بلدین چیه. بذار من بازی خودم انجام بدم. نگاه کن عزیز من، اول مفهومی به توضیح میدم، بعد یه حرکت سریع میزنیم و خلاصه سوال تمامش میکنیم. ولی اول راه مفهومی، بیاین روی این جاده هامون اسم بذاریم، مثلا جاده الف، جاده ب، جاده پ. عرض کنم مثلا میگیم تهران کرج، جاده قدیم، چون اتوبان همت، فلان بهما. خب اینا اسمشون الف ب پ، این ت، این هم س. من مسیرها رو اولا که میتونم با دست اصلا بکشم برات، این که هیچ، که این کارم خواهم کرد. خب ولی دونه دونه مسیرها رو براتون می‌نویسم. تاری تو خیلی مسیر می‌کنی، منظورت از این مسیر چیه؟ آها، هر مسیر از یک یا چند تا جاده تشکیل شده. به عنوان مثال مثلا توی این قسمت وقتی میخوام از جاده الف برم به کرج و از کرج به قزوینم از جاده مثلا سه سه نقطه برم، مسیرش تشکیل شده از دو تا جاده الف و سه سه نقطه. پس مسیر و جاده یه تفاوت کوچولو دارن. جاده مثل فرض کن اتوبان همت. خب حالا وقتی از میریم همت، از همت میریم مثلا جاده قدیم، از جاده قدیم مثلا میریم توی اتوبان فلان، خب اینا که کنار هم دیگه قرار میگن تشکیل یک مسیر رو برام میدن. حالا من میخوام مسیرهای مختلف براتون بنویسم. گفتم از الف بیام
بعد از کجا برم؟ از ت. الف ت. این از این. حالا دو مرتبه از الف میام و این بار از سه نقطه میرم. پس الف سه نقطه. تاری الفشون که یکسانه، خب باشه. چه اشکال داره؟ وقتی که جاده دومش تغییر کرده میشه مسیر جدید. درسته که الف تکرار شده، ولی اونجا از ت رفت، اینجا از سه نقطه رفته. بعدی عزیزم، حالا الف پر شد، این بار از ب میرم. ب ت ب سه نقطه. میبینین دارم سعی میکنم که منظم بنویسم که چیزی یادم نره. بعدیش پ ت پ ت و پ سه نقطه. خب درست شد تا اینجا. تاری چند تاست؟ 6 تاست. خب چه خبر خوبی، چقدر خوشحالین همتون الان. این دفعه میتونستیم بگیم آقا 1 2 3 تا روش این ور داریم، 2 تا روش اون ور داریم، 3 + 2 میشه 6. باورتون میشه این موضوع که انقدر ساده و مثل آب خوردن هست، یکی از مفاهیم مهم ریاضی به معنای اصل ضرب هست؟ جدی میگم، شوخی نمیکنم. میدونین تو مقاطع بالاتر به این چجوری میگیم؟ مثلا شما سر چون 10 11 سر کلاس هم بشینی یه جور دیگه برات میگم. خب بذار علمی تر، بذار علمیش هم بهتون بگم. آقا از تهران به قزوین چند مرحله داره؟ با توجه به نقشمون 2 مرحله دارد. مرحله این که ما از تهران برسیم به کرج، مرحله اول، اینها مرحله اول، مرحله اول و مرحله دومی که از کرج برسیم به قزوین. حالا مرحله اول به چند روش انجام می شود؟ 1 2 3. هر کدوم از این جاده ها یک روش محسوب میشه عزیزم. 3 روش. مرحله دوم به چند روش انجام می شود؟ 2 روش. یا از ته 2 نقطه میری یا سه 3 نقطه. این هم میشه 2 روش. حالا من یه چالش ایجاد کردم برای ذهنتو، قلقلک دادم، گفتم آقا سایه به علاوه دوی سایه ضرب در دو، با توجه به چیزی که براتون نوشتم چیکارش کنم عزیزم؟ ضرب یا جمع؟ همه میگن ضربش کن، ضربش کن، ضربش کن. خیلی خب ما هم ضربش میکنیم. 3 2 6 ربش. بنابراین شما در چنین مسئله منبر از این تکنیک استفاده میکنید. دوستاشون اونم اوکیه، ولی اونو نوشتن که بفهمیم چیه. تاری یه چند از این مسئله که نوشته بود نشون میدی قبل که مسئله خارج بشی؟ آره آره، بذار نشونتون بدم، صبر کنیم. مثلا با رنگ آبی، خب این نگاه کن، این یه مسیره الف ت، میبینی این یکی از اون مسیر است. یه رنگ دیگه بریم، مثلا سفید. دو مرتبه از الف میام، این بار جاده دوم عوض میکنم. ببین از کجا میرم؟ از سه نقطه میرم. اینها، اینا تازه دو تاشون هستن. حالا میتونم مثلا از ب برم، از ت ب، با انگشتم بین جلو، ببین ب ت ب س ب بسته شد. حالا پ پ ت پ سه نقطه. بله اینم قصه ماست. بچه فهمیدین چی شد؟ ها؟ مطمئن باشم؟ اوکی؟ خسته که نشدی قربونت برم. بریم جلو، بریم جلو. خب سوال چالشی. اوه 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 تاری فکرم سوالات خیلی آسونه. نه، کی گفته؟ نه من که اگه سوال چالشی حل نکنم که دیگه رضا تاری نیستم که. و این هم بچه تیزوشان یک شاگرد ما بوده، همشون با اینا رفتن جلو. ماجرا کجاست؟ ماجرا اینه که درس رو از ابتدا آغاز میکنیم، چون ممکنه بعضی از بچه ها عادت نداشته باشن به سوال سخت، چون کلاس مال همه بچه هاست. ولی بعد که دیگه اصطلاحا مطمئن شدن همتون یاد گرفتیم، دیگه میریم دنبال سوالای وحشی. و حالا شاگردای قدیم میگن تاری بازم میخوایم وحشی بازی در بیاریم. آره البته وحشی بازی نه به معنی زشتش، به معنی درگیری با سوالای سخت. بریم جلو. بسم الله، بخونم برات. گنجایش دو کاسه، سه لیوان و یک پارچ با گنجایش 6 لیوان، یک کاسه و یک پارچ و همچنین با گنجایش 2 پارچ، یک کاسه و یک لیوان برابر است. اگر بدانیم گنجایش یک لیوان 250 سانتی متر مکعب است، گنجایش پارچ و کاسه را پیدا کنید. وای 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 تاری وقتی سوالات طولانی میشه ما حوصله‌مون سر میره.
آره میدونم قربونت برم، میدونم چیه. عادت ندارین که مسئله های طولانی رو حلش بکنیم، ولی بهتون گفتم، گفتم به من اعتماد کنیم، قدم به قدم با هم بریم جلو. قول میدم که خیلی از این مسئله ها که میگی اصلا خوشحال بشم، میگی آخ جون مسئله، قول میدم بهتون. آره ببینید داستان چیه. مسئله که داریم میبینیم مسئله آسانی نیست، برای اگه نمیتونید حلش بکنید به راحتی، خودتون سرزنش نکنید. خب حالا قرار ما اینه که به جای اینکه هی بیایم با ضرب و تقسیم خودمون رو خسته بکنیم، بیایم با روش‌های آسان مثل رسم شکل این کار رو انجام بدیم. حالا من نمیخوام برای شما کاسه و پارچ و لیوان بکشم، وقت اون گرفته میشه. به جای پارچ میذارم پ، به جای کاسه میذارم کاف حرف اولش، به جای لیوان میذارم لام. با این بریم جلو ببین چه اتفاقی میفته برامون. بفرمایید. خب گنجایش دو کاسه، سه لیوان و یک پارچ. بذارین با فعلا با سفید بنویسم. دو تا چی؟ کاسه. کاسه، کاسه دو تا، لیوان، لام لام لام. اهل موزیک هستی؟ آره ببین لام لام لام. خب و یک پارچ. با گنجایش اینجا رو میگم، نگاه کن. با گنجایش شش لیوان، یک کاسه و یک پارچ. شش لیوان، لام 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 لام. یه نوت دیگه داشتن گامن کامل میشد. شش تا لیوان، چرا شش تا بشمار، شش تا لام گذاشتم برات. یک کاسه کاف و یک پارچ. خب بقیهشو نخون، بقیهشو نخون، یه دقیقه صبر کن، دستم گذاشتمش نبینی. اینجا چی نوشته؟ برابر است، برابر است. این هستی. پس دو تا کاسه سه لیوان با یه پارچ، با شش تا لیوان یک کاسه با یه پارچ، با هم چی عزیز من؟ برابر است. خب اینجا یه ذره مفهومش داشت سخت میکرد. و همچنین با گنجایش، و همچنین با گنجایش دو پارچ و یک کاسه و یک لیوان. کی؟ همین اولیه، یعنی این حالت اول که یه پارچ و سه لیوان و دو کاسه با دو تا وضعیت مساویه. پس من تکرارش بکنم دو مرتبه همینه. پارچ سه تا لیوان دو تا کاسه. خب حالا اون همچنین به بعدش می‌نویسیم. با گنجایش دو تا پارچ، پارچ پارچ، یک کاسه و یک لیوان برابر است. خب من نگرانم آقا، من نگرانم، صبر کن، دست خودم نیست، یه را صبر کنی. بچه‌ای که فهمیدن منو ببخشن، چون میدونم که بعضی مشاوره انقدر زرنگی رو هوا مطرح میزنی، ولی من تو این درست جان اندازم براتون نمیکنم. گوش کن عزیز من، اون همچنین که نوشتم تو سوال، یعنی اینکه این مرحله اول دو تا کاسه سه تا لیوان با یه دونه پارچ با دو تا وضعیت برابره. گرفتی من نگرانی کجاست؟ اینو گرفتی عزیزم؟ نگاه کن، یعنی یه بار با این وضعیت برابر است، یه بار همین، این تکرار همین، نگاه کن، با این وضعیت برابر است. اوکی بریم، بسم الله. حالا اگر بدانیم گنجایش این قلم بیارم من اینجاست، رنگش رو عوض کنیم زرد. اگر بدانیم گنجایش یک لیوان 250 سانتی متر مکعب است، گنجایش بقیه‌شون به دست بیاریم. خب بچه ها در این تساوی اجازه میدین یک کاسه با این یک کاسه خط بخوره؟ چه باحال، دو تا کاسه در دو طرف تساوی هستن، پس اگه برشون داریم در مجموع کل اون گنجایش تفاوت ایجاد نمی‌کنن. آقا این پارچ هم با این پارچ خط بخوره، اینم از این، این همان دیگه. سه تا لیوان این ور دارم، اینم سه تا لیوان این ور دارم. خب نتیجه چی میخوام بگیرم؟ این ور چی مونده؟ پارچ رفت، یکی از کاسه هم رفت، سه تا لیوان هم رفته، چی مونده عزیز من؟ یه دونه کاسه باقی مونده. اون ور چی مونده؟ چند تا لیوان مونده؟ سه تا لیوان. قبول داری که الان یه دونه کاسه با سه تا لیوان برابره؟ غیر از اینه؟ خب بعد طرح سوال نوشته بود گنجایش لیوان چقدر؟ 250 تاست. سه تا لیوان چقدر میشه؟ 250 و 250 و 250 میشه 750 تا. اینها سه تا لیوانه. پس تا اینجا ما فهمیدیم که از این خط یه دونه کاسه مساویه با سه تا لیوان که میشه 3 ضرب در 250 میشه 750 سانتی متر مکعب، درسته؟
این 750. حالا کم کم الان خیلی به واحدا گیر نمیدم بهتون. کم کم عادت می واحداشم میرسیم. این سانتی متر مکعب. خب. رنگ قلم رو عوض کرده و مرحله بعدی رو اجرا میکنیم. مثلا سبزش کنیم. آقا من عاشق رنگام. اینقدر حال میکنم با رنگا. فقط یه رنگ انتخاب که شما بتونید ببینید. نه این خیلی تیره. صبر کنی. فکر کنم سبز بد نباشه. مثلا فرق کرد. مثلا فرق کرد. خب. بچه‌ها بیاین خط دوم لطفاً. با رنگ سبز میرم جلو. این کاسه همین کاسه است. این پارچ همین پارچه. تا اینجا درست شد؟ خب یه لیوان اون وردارم. اینها این یه لیوان، اینم یه لیوان. حالا یه سوال دارم. چی برام مونده عزیزم؟ یه دونه پارچ از سمت راست مونده. بعد این ور دو تا لیوان و یه کاسه. ها؟ بذار بنویسم برات. پس از این ور از این نتیجه میگیرم که یه دونه کاسه و دو تا لیوان مساوی هم با چی؟ یه دونه پارچ. خب حالا سوال اینه. سوال اینه که آقا جان این پارچی که ما میخوایم که با دو تا لیوان و یه کاسه برابره، آیا ما لیوان رو داریم؟ بله، خود تراسار با ما گفته بود 250 سانتی متر مکعب. آیا ما کاسرم داریم؟ آره بابا جان اینه. اینها تو مرحله قبلی باید حساب کرده. پس تمام تمام مبارکه. پارچ هم حساب کرد. شیش مبارکه تاری. مبارکه. خب بیایم اینجا این رنگش کنیم. پس پارچ مساوی میشه با یه دونه کاسه، یعنی 750 به علاوه دو تا. بچه ها من عادت دارم که تا رو میگم ضرب. شما این کار رو لطفا یادتون باشه، چون جلسه اول میخوام کم کم آشنا شیم. تا یعنی ضرب. قربونت برم. دو تا چی؟ لیوان. لیوان چقدر بود؟ 250 تا بود. این میشه 500. میدونی که اول ضرب انجام میشه. 500 با 750 میشه 1250. و تمام. و تمام. تاری بیا کنار بچه ببینم. آها دیدی الان حال کردی؟ دیدی چی شد؟ یه لحظه بیا اونور بذار اینش بهت نشون بدم. آقا خانوم آمدم چی کار کردم؟ گفتم دو کاسه سلیوان یه پارچ، یعنی این. خب این با چی برابره؟ با شیش لیوان یه کاسه و یه پارچ، یعنی این. دوست داشتی نقاشیشو بکش؟ اگه وقت نداشتی مثل من، لام به جای لیوان، کاف یا که به جای کاسه، تا هم به جای پارچ. و همچنین اون همچنین رو تون روش حرف زدیم. و همچنین یعنی دو مرتبه تکرار همین دو کاسه سلیوان یک پارچ، این بار با دو تا پارچو یک کاسه و یک لیوان، یعنی خط دومم. خب تا اینه که خط خطی کردی چیه؟ به خدا خط خطی نکردم. من آمدم گفتم که گفتم آقا یک کاسه از چپ، یک کاسه از راست، سه لیوان از چپ، سه لیوان از راست، یه پارچ از چپ، یه پارچ از راست، آنچه باقی میماند از چپ و راست لابد با هم چیان برابرن. این البته مساویه. تمام. چیش برابره؟ یک کاسه از چپش مونده، سه تا لیوان راستش مونده. یک کاسه مساوی سه تا لیوان. خب من لیوانو دارم؟ بله. هر لیوان 250 سانتی متر مکعبه. تمام. سه تا 250 تا 750 تا. خط دومش هم همین کارو انجام دادم. درست شد؟ حال کردین؟ فکر کنم اگه فهمیده باشین بعد دوستش داشته باشین. البته به چشم سوالا. آره بابا داستان نشیده. خب چه سوال خوشگلی. سوال تیسوشان بوده این. بریم تو قاب تختمون. دهقانی چند مرغ و چند خرگوش خانگی دارد. این مرغ ها و خرگوش ها روی هم 50 سر و 140 پا دارند. این دهقان چند مرغ و چند خرگوش دارد؟ خب سوال معروفیه. حتی اگر این سوالو از بزرگترهای خانوادتون بپرسین، احتمالا اون هم شبیه این سوالو در دوره بچگی و جوانیشون شاید دیده باشن. چون سوال قدیمی. حالا ممکنه 40ش بشه 50، 50ش بشه 60، ولی این موضوع سوال مطرح بوده. خب بیاین عجیم عجیب کنیم سوال حل شه. چی؟ عجیم عجیب. واقعا آره آره. میخوام بگم که قدرت رسم شکل چیه. کولاک میکنه رسم شکل. نگاه کنید. مرحله اول میبینی اینو؟ میبینی اینجا چیکار کردم؟ من اینجا 50 تا
در واقع حیوان رسم کردم برای شما اینها، چون خودش گفته بود که این مرغ و خرگوش روی هم 50 سر 50 تا سر دارند، هر مرغ یه سر داره، هر خرگوش هم یه سر که بیشتر نداره، درست شو. البته خرگوش ها جزو چهار پاها حساب میشن، حالا درسته دوتاش دسته دوتاش پاست، ولی کلا جزو چهار پاها حساب میشن، مرغ هم جزو دو پاها حساب میشه، ولی فعلا داریم سراش رو میشمریم. اینا مجموع چیا هستن؟ مجموع خرگوش ها و مرغ همون هستن. مرحله دوی عجیب عجیب تاری به هر کدومشون دوتا پا دادی؟ بله. ببین هر کدوم دوتا خط سبز رو جدا شده، چون هر کدومش دوتا پا دارن. یه لحظه تخته رو بچه ها بده، فکر کنم یه ذره ریز هم ممکن اذیتشون کنه. برگردیم مرحله قبلی. آقا اول اومدم برای چیکار کردم؟ 50 تا دایره کشیدم. خب 50 دایره کشیدم، بعدش گفتم که این 50 دایره هر کدوم باید دوتا سر داشته باشن. مرحله بعدی ببخش دوتا پا داشته باشن، چون چه خرگوش باشه چه مرغ باشه به هر حال دوتا پا رو خواهد داشت. بعد گفتم خب حالا تا اینجا ما 50 تا حیوان داریم یا 50 سر داریم که هر کدومشون چند تا پا دارن؟ دو تا پا دارن. 50 ضرب 2 میشود 100 تا پا. اما نگاه کنین، ما 140 تا پا کلن تو این حالا مزرعه یا تو این باغ داریم. ما 100 تاشو شمردیم، این 140 منهای 100 یعنی 40 پا باقی مانده، پاهای باقی مانده. منتها موجودات ما یا دو پا هستن یا چهار پا، موجودات ما یا دو پا هستن یا چهار پا. بنابراین این 40 تا پای باقی مانده مال مرغاست یا مال خرگوشاست؟ طبیعتا خرگوشا دیگه، درسته؟ چون مرغامون که پاهاشون گرفتن تموم شده رفته، و به هر خرگوش باید چند تا از اینا بدیم؟ دو تا بدیم. برای همینه که میایم 40 رو تقسیمش میکنیم بر 2، میشه 20 تا. چی؟ این میشه تعداد خرگوش ها، 20 تا خرگوش. حالا بریم تخته رو من داشته باشم بچه‌ام. مرحله بعد نگاه کن چیکار کردم. ببین این خط آبیا رو میبینین بچه‌ها؟ میبینین اومدم چیکار کردم؟ اومدم گفتم که آقا این دو تا ردیف 10 تا میشه 20 تا، اینا رو کردم بهشون 4 پا، ولی مابقیشون اینا میشن خرگوشامون. دوش کارت بکشم، ببخشید مرغ‌هامون چون دو پا هستن، اینا میشن مرغ ها، این وریا که بالا هستن میشن چی؟ خرگوش ها. خب پس این 20 شد خرگوش، روی هم 50 تا داشتیم، 50 تا حالا ما خرگوش داشتیم. بنابراین از اون 50 تا وقتی 20 تاشو برمیداریم 30 تا مرغ تمام شد. تمام شد. قدرت رسم شکل رو ببین چی کار میکنه، چند تا دایره میکشم تمام. خب تاری ما اعتراض داریم، ما اعتراض داریم. به چی اعتراض داری عزیزم؟ بگو من میشنوم. آقا من سر جلسه امتحان یا سر فلان تست بیام 50 تا دایره بکشم؟ زرنگی تاری، تو خودت اومدی اینجا با چه میدونم قبلش تایپ کردی، آمادهش کردی، پاورتو درست کردی، میزنی یه پلی میکنی تمامش میره، بعد من دانشجو با سر امتحان این کارو بکنم؟ آها میدونم، من وقتی سرم میزنم پایین یعنی حق با شماست. آقا جون دعوا که نداریم با هم دیگه، قربون تو من طرف شما، ولی یه لحظه گوش کنید. من با این شکل های دایره ها حلش نکردم، اشتباه نکنید، من اینجا حلش کردم، این قسمت حل شده که نوشتن این برای دانش آموز زیر 30 ثانیه طول میکشه. تمام. پس چرا شکل کشی تاری؟ عزیزم من برای تو شکل کشیدم که این مراحل نوشتن ضرب و تقسیم منو درکش بکنی. آره بابا جان، و الان تو این سوال بدی مثلا بدی به بزرگترهای خانواده، مطمئن باش از هر 10 نفر 9 تاشون براتون معادله دستگاه دو ماده و دو مجهول تشکیل میدن، ایکس و وای میذاره میره برای خودش معادله حل میکنه. خب و احتمال شما متوجه نمیشین چی، ولی وقتی اینجا شکل کشیدیم شد آب خوردن، شد یه سوال در پیت. گرفتی چی شد داستان؟ پس این شکل رو قرار نیست شما سر امتحان بکشید، قراره که شما این شکل تو ذهنت اصطلاحاً تصور بشه که با اون تصوره بتونی به این روشی که من اینجا گفتم برسی. یه بار دیگه توضیح بدم، بذار یه بار توضیح بدم، صبر کن. آخه این سوال خیلی سوال خوشگلیه، حیفم اینجوری
بخوایم استاندارد رد شیم. صفحه هم اینجا بزرگتر به نظرم جذاب‌تر. آقا تو مرحله اول من 50 تا دایره کشیدم. این دایره ها نماد چیان؟ نماد سرهای مرغ و خرگوشن. چون به هر مرغ یا هر خرگوش یه سر که بیشتر نداره که. تمام. مرحله دوم اومدم به هر کدومشون دو تا پا دادم. می‌بینی دو تا شاخ، این اینا پا هم مثلا شبیه شاخهای زنبور شده، ولی مثلا پا اینا. این سبزا رو میگم به تو. خب چرا این کار کردی تاری؟ خب مسلما هر حیوان این مزرعه، چه مرغ باشه چه خرگوش، بالاخره دو تا پا رو که داره. ها؟ حداقل دو تا پا رو که داره. تمام. منتها اینجا یه اتفاقی میفته. میگیم ما 50 تا حیوان داریم، هر کدومشون دو تا پا دارن، پس 100 تا پا رو شمردیم. ولی نویسنده سوال گفته که ما 140 تا پا داریم. پس اون 40 تا پای دیگه کجاست؟ آها. اون 40 تا پای دیگه که اختلاف پوش با 140 و 100 هست، در حقیقت مال خرگوش هاست. چون ما خرگوش ها رو جز موجودات 4 پا میشناسیم، مرغ ها رو جز موجودات 2 پا میشناسیم. تمام. خب بنابراین من گفتم حالا شروع میکنم این دایره ها رو که قبلا دو تا پا داشتن به هر کدوم دو تا پای دیگه میدم، یه جفت پای دیگه، دو تا پای دیگه بهشون میدم. انقدر این کار رو انجام میدم تا اون 40 تا پایی که مونده بودم تموم بشه. چرا جمله خوبی گفتم؟ آره نگاه کن، این کارو که انجامش میدیم میشن این دو ردیف که هر کمش توش 10 تا میشه 20 تا پر میشن. معنیش چیه؟ یعنی این قسمت پایینی میشه تعداد خرگوشای شما که 20 تاست، این قسمت میشه تعداد مرغاتون که 30 تاست. اونورم که میشه نوشتنش. یاد گرفتین؟ امیدوارم یاد گرفته باشید. خب بریم سوال بعدی. اوه تست خوشگلم است. باغچه‌ای به شکل زیر است. ببینید چی گفته. اگر فاصله 1 متر از زلهای باغچه دور تا دور آن را به سمت بیرون خب نرده بکشیم، حداقل چند متر نرده احتیاج داریم؟ بریم ببین چه اتفاقی میفته. بچه های عزیزم، ماجرای سوال اینه. این مستطیل اولیه ماست که ما میخوایم به فاصله 1 متر از اینها نرده بکشیم. این زرده رو عرض میکنم. این مثلا اون نرده هاییست که ما میخوایم دورش بکشیم. این هستیم. خب الان این که گفته حداقل چند متر نرده احتیاج داریم، یعنی من بایستی محیط اون شکل زرد رنگ رو براتون حساب کنم. باشه؟ محیط، حالا اون چون اسم مشخصی نداره، حالا اون شکلی که زرد رنگ هستش. یه سوال دارم، تخته بچه ها داشته باشن لطفا. عزیزای من، وقتی که اینجا 10 متره، این ورم 1 متر، این ورم 1 متره، پس این کلش نمیشه 12 تا؟ های میگیم بله موافقیم، بله چرا که نه. خب وقتی که این کلش 10 متره، بعد این 1 متره، اینم 1 متره، پس عملا این تیکه، بذار شکل بیارمش این ورتر که اونجا دیگه خیلی تختم خارج نشه، پس این تیکه هم میشود 12، اینم میشود 12. بچه ها این زردی که براتون کشیدم در واقع اون قسمت نرده هاست. تمام. خیلی خوب. بعد تاری یه بحثی داریم اینجا. این تیکه لابد 5 متر بوده، چون کلش 10، اینم که 5 تا است، میشه 5 تا دیگه. این 5، این چقدر میشه؟ اینم میشه در واقع 6 و ببخشید 5 و 1 و 1 میشه 7 تا. بذارید من اینو اصلاحش کنم، این میشه 7. اینم از این. و از طرفی این تیکه چقدر میشه؟ این طرفم بچهای عزیزم، این 5، اونم 1 متر. ببینید این خودش 5 متر بود، 1 متر اومده اینور، بعد کم شده، اونم شده چند تا؟ اینم شده 5 متر. اینجا اینجا بشماریدش، از اینجا بشمارید، چون این میشه 4 متر در واقع. خب اونم 1 متر شده 5 متر. و اینم که خب طبیعتاً این تیکه اگه بخوایم بریم جلو، اینم میشود 6 متر، که خیلی اهمیتی نداره. چرا اهمیتی نداره؟ چون اینا هر کدوم 6 و 6 هن. خب من بچه‌ها ببینن، اینا هر کدوم 6 و 6 هن. در واقع خیلی من نمیخوام تو رو درگیر این 7 و 5 و اون 6 و 6 بکنم. میدونین چرا؟ میدونین چرا؟ چون اگر من این شکلمو کاملش بکنم،
وقتی این پایین 12 باشه اون بالا هم کلن این خط و این خط جمعشون میشه 12. وقتی که این کلن 12ه این خط یا این حالا زل و این زل جمعشون میشه 12. تمام؟ چون عرض کردم شما این خط نقطه شما بذارین یه مستطیل کامل به شما میده. خب حالا بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که بابا جان این محیط ما، این طول نرده ما چقدر خواهد شد؟ بریم ببینیم چقدر خواهد شد. یه 12 پایین داریم، یه 12 هم بالا این برداریم، طول نرده میشه 12 به علاوه 12 ضرب در 2 میشه 24 ضرب 2 میشه 48. یعنی گزینه چند؟ یعنی گزینه 3. درست، تموم شده رفت. در واقع مربع میشه در حقیقت، چون زلاش با هم مساوی، طول عرضش با هم مساوی باشن، یک نوع مربع خواهد. گرفتی چی شد داستان؟ پس من آمدم اون شکلی که حاصل از نردکشی ما هست رو برای شما محاسبه کردم. اون بر 10، اینم 10، از هر طرف یه متر اضافه شد، شد 12 و یک مربع داریم که زلش 12 است. محیطش چقدر است؟ ذهنی بگیریم جلو. 4 12 تا 48. تمام. خب اما سوال بعدی، اون سوال 7. توپی رو از بالای یک برج به زمین پرتاب میکنیم. اگر بعد از هر بار زمین خوردن توپ یک سوم ارتفاع قبلی خود بالا برود. توپ تنیس رو دیدی؟ میزنی زمین، میره بالا. متأهل این بالا میاد کم کم ارتفاعش کم میشه تا دیگه اصطلاح هم بالاتر نمیره. و بعد از چهارمین برخورد با زمین توپ 12 متر بالا میآید. بعد از چهارمین برخورد با زمین توپ 12 متر بالا میآید. ارتفاع این برج چند متر است؟ خیلی خوب. یه شکل فرضی. این ارتفاع رو راستشو بخوای نمیدونیم چنده، رها کردیم. این برخورد اول یک سومش رفته بالا. حالا من شکلم دقیق نیست، فرضی دارم میکشم. میاد پایین، این میشه برخورد دوم. دو مرتبه یک سوم رفته بالا، میاد پایین، این برخورد سوم. گفته و بعد از چهارمین برخورد. باشه، یکی دیگه بریم. این برخورد چهارم، توپ 12 متر بالا میرود، میاد اینجا. درست شد. الان در واقع این بچه پایین تر از یکی قرار داره. این چقدره؟ این 12 متر. خب من میخوام به جای اینکه از اول مسئله برم به آخر مسئله، از آخر بیام به اول. یه سوال، وقتی که هر بار من این هر بار که لا لا حلال هر بار که میگم یاد اون آهنگه میفتم. چی میگفت؟ هر بار این درو محکم نبند. آخه چی این آهنگه؟ آره ببخشید. خلاصه داشتم اینو بهتون میگفتم، اینکه هر بار یک سوم ارتفاع قبلیش بالا میاد، یعنی اگه بخوایم ارتفاع قبلیش رو حساب کنیم بعد ضرب در 3 بکنیم. چی میگفتین شما تو دبستان؟ میگفتین عمل عکس دیگه. آره باش. خب بنابراین اینجا اینو میگم، این 3 برابر 12 است، یعنی میشه 3 ضرب در 12 میشه 36. یه بار دیگه ارتفاعی که در واقع 12 هست یک سوم ارتفاع قبلیه. پس اگه ارتفاع قبلیش رو میخوایم به دست بیاریم 3 برابرش بکنیم. خب دو مرتبه میام اینجا، این میشود 3 ضرب در 36. یعنی به جای اینکه هج سولس سولس بریم جلو، اینوری 3 برابر 3 برابر میام عقب، این میشود 108. دو مرتبه این یکی 3 برابر 108. عزیزای من 3 ضرب در 108 میشه 324 تا. تمام. دو مرتبه ارتفاعی که رها شده بود همون اول، محل اول، خب 3 ضرب در 324 میکنم 972. داریم تو گزینه هامون؟ بله. اینم از گزینه 3، این از آقای ما. آخه بنده خدا ناراحته. میدونی چرا ناراحته؟
میگه کلاسمون تموم شد؟ میگم آره کلاسمون تموم شد. یه ذره بغض کرده بنده خدا. ابروهاش هم با ماهاش قاطی شده. بذار ابروهاش یه ذره پرپشت‌تر کنیم که داستانش. خیر خب. آره ولی نترسین. ما کلاس با هم خواهیم داشت. حالا حالا با هم کلاس داریم. آره بابا. آره تمام. خب. امیدوارم که از درس من لذت برده باشین. اینجا یک کلاس واقعی است. من هم یک معلم واقعی هستم. خب اونایی که در واقع میگن که یعنی چی مثلا که چی مثلا معلم واقعی، من یه معلم غیر واقعی هم داریم. حالا امیدوارم منظور منو متوجه باشید. اینجا همه چیز واقعی است، فقط به شکل در واقع آنلاین داره برگزار میشه عزیزای من. بنابراین امیدوارم که حتما جزوهتون رو کامل کنید. حتما اون سوالاتی رو که متوجه نشدین دو مرتبه ویدیو رو برگردین نگاه کنین، حتی پاز کنین، پاز یعنی نگرش دارید، بعد خودتون رو کاغذ دو مرتبه سعی کنین حل کنین، اگر متوجه نشین بازم تماشا کنین اون چیزی که من گفتم رو و الی آخر. خیلی دوستتون دارم، مخلصم، منتظر جلسات بعدمون باشید. خداحافظ.